عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دوستان، در شرایطی که بورس ما تقریبا میشه گفتش توسط حقوقی ها داره اداره میشه و حقیقی ها هیچ علاقه ای به ورود بازار ندارن و گردش معاملات هم در کمترین حالت خودش قرار گرفته، هر روز هم داره پول ازش خارج میشه، مشاهده میکنیم که دیروز مجددا اومدن و 1% سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس رو به ارزش 4000 میلیارد تومان فروختن و همین قضیه امروز تأثیر بسیار منفی را بر روی بورس گذاشت، به خاطر اینکه خب این 4000 میلیارد پولی بود که دست حقوقی ها میشد یک مقداری بازار را باهاش نگه داشت، چرخون، سبزش کرد یا حداقل از قرمز شدن بیشترش جلوگیری کرد. وقتی که این پول نباشه و سهام را از دست حقیقی که فعلا هول برای فروش نگیرند، خب مشخصه که قیمت ها همینجور میاد پایین تر و متاسفانه برخلاف اون ادعاهایی که میشه در حالا دولت که ما از بورس حمایت میکنیم، حالا شاهد این هستیم که حمایت که نمی کنن هیچ، در یک فرصتی که واقعا فرصت شکننده هستش برای بورس. حالا اگه مثلا اوضاع بورس اوضاع خوبی بود، پول زیاد توش بود، نقدینگی خوبی داشت، نمیدونم حقیقی ها علاقه نشون میدادن، شاخص کل سعودی بود، همه این اتفاقات اشکال نداشت، ولی در این شرایط من نمیدونم رو چه حسابی میان یه همچین حرکتی رو انجام میدن. و دقیقا فیدبکش رو ما در بازار امروز دیدیم، حدود 2% شاخص کل اومد پایین و 1.7% شاخص کل هموز، یعنی در واقع این پولی که قرار بود بیاد اینجا شاخص رو نگه داره و به نوعی کمک بورس باشه، متاسفانه خارج شد و به جیب دولت در فروش سهام پتروشیمی خلیج فارس واریز شد. این 4000 میلیارد تومان دستشون درد نکنه، اون صندوق چه میدونم چی هستش، تثبیت که فقط یک وعده هست، مثل اینکه از دولت قبلی تا الان هیچ اتفاقی برش نیفتاده، الان هم که اینجور. خیلی خوب، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته رئیسی حرفی از بورس نزد، بسته ده بندی خاندوزی هم شفاف نیست. ابراهیم رئیسی امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی در زمینه لایحه بودجه سال 1401 و همچنین مسائلی که از قبیل حذف و ارز ترجیحی به ایراد سخنرانی پرداخت که با واکنش برخی نماینده های مخالف و موافق مواجه شد و ایشون، یعنی آقای رئیسی، امروز از بودجه‌ای که تقدیم کرده دفاع کرده و خواسته که نمایندگان به کلیاتش رأی بدند. همچنین از مجلس خواست درباره جزئیات لایحه در کمیسیون تخصصی به ویژه در کمیسیون تخصصی به بحث و بررسی پرداخته شود، یعنی جزئیات رو بیاین با هم بحث کنیم، کلیات رو بگید اوکی. نایب رئیس هم گفته که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هم در حال حاضر فضای مجلس بینابینیه و مواضع نمایندگان نسبت به بودجه سال آینده تقریبا برابر است، یعنی چون میگن باشه چون میگن نه، اما کفه ترازو اندکی به سود توافقان موافقان تصویب کلیات سنگینی میکند. به بچه ترازوی هم گذاشتن اونجا، همچین میگه انگار مثلا اونجا ترازوه، مثلا چجوری از 270 نفر و غیر از رأی گیری نفر اطلاع داره، از رأی 270 نفر میدونه مثلا از این نمیدونم 270 نفر 280 نفرن، دقیقا نمیدونم چند نفرن، فرض کنید 280 تا باشن، بینابینی یعنی 140 تاشو میگن آره 140 شون نه، این آقا میدونه. یه ذره کفه ترازو به نفع اونا مثل این که سنگین تره، مثلا 142 تاشون میگن آره، 138 تاشون میگن نه. حالا ایشون اطلاع داره دیالا، واقعا این از اون حرفایی میزنن که اصلا آدم خندش میگیره. خب اگه مثلا مجبورید بیانی حرفا بزنید،
در هر حال اگرچه فراز و فرودهایی هم داره، مانند ارز 4200 تومانی و بحث یارانه های نقدی و این حرفا، که خب قطعا بحث بنزین هم شاید جزوش باشه، و ایشون میگه که متاسفانه سفره مردم بسیار کوچک شده. بکنم همین سفره کوچیکه هم دیگه جمعش میکنن دیگه. اعتقاد وجود داره که تصویب کلیات این بودجه میتواند جلوی کوچکتر شدن این سفره رو گرفته و تا حدی مشکلات کشور رو برطرف کند. اینجاش دیگه واقعا خندم گرفت. یعنی مثلا شما بیای بنزین را کم بکنی، سهمیش رو برای مردم بگی نفری نمیدونم 10-15 لیتر بهشون میدیم در ماه، یه خانواده ای که حالا مثلا یه ماشین داره دو نفره هستن الان 60 لیتر داره میگیره، سه نفره هستن 60 لیتر داره میگیره، خب این کم میشه دیگه سهمیشون. یا مثلا یه خانواده 4 نفره 5 نفره که دو تا ماشین داره که الان 120 لیتر میگیره، اون موقع مثلا میاد 5 تا 15 تا میگیره، کم میشه دیگه. یا مثلا اونایی که دارن مسافرکشی میکنن به نوعی، حالا بالاخره کرایه ها چقدر میره بالا، کرایه که میره بالا چقدر همه اجناس گرونتر میشه، بعدا شما از اون طرف خواهی مثلا بیای یارانه رو دو برابرش بکنی، اصلا این 45,000 تومانی که دیگه اصلا هیچ ارزشی نداره. بعد میدونی چه اتفاق میفته دیگه، همین الان تقریبا یه سطل ماست دارن میدن 30,000-40,000 تومان، اما مثلا یه سطل ماست میشه 80,000 تومان 90,000 تومان، بعدا جلوی کوچکتر شدن رو میگیره. این دیگه واقعا جالبه که یا مثلا ارز 4200 تومانی بالاخره الان تو برخی از کالاها مثل دارو و چون میدونم برخی از اقلام اساسی بالاخره نگذاشته قیمت ها آنچنان شارپی بره بالا، ولی خب اینا هست شه، خب اونا هم میره بالا دیگه. حالا شما بیا یه راهی پیدا بکن که نمیدونم طرف یاد داروشو به قیمت بالا بخره بده به بیمارش، حالا بیماره اگه خوب بشه و برگرده و فلان و اینا، بیاد بره از یه بیمه پیدا بکنه که بیمه هم 100 تا منت سرش بذاره، مثلا بیاد نصف قیمت اون داروه رو بهش بده، بعد آخرش میشینه حساب میکنی میبینی نصف پوله که داده بازم گرونتر از الان براش در اومده که شما داری ارز 4200 تومانی میدی. حالا اینا چجوری واقعا اینا رو حساب میکنن من نمیدونم، جایی بحث داره این صحبت ها. در هر حال ایشون میگه که آی رئیسی از بورس هم حرفی نزده دیگه، خیلی شاید این بحث برایشون جالب نیست و دیگه انتخابات تموم شده. بله دیگه انتخابات تموم شده و خیلی گویا حرفی نمیزنن راجع این قضیه. سرپرست فرابورس هم گفته فعلا طرحی برای حذف دامنه نوسان نداریم، و در هر حال دامنه نوسان هم یکی از مواردی بود که پیشتر گفته شده بود احتمال داره که برداشته بشه از بورس، که خب فعلا این اتفاق نیفتاده و فقط برای چند نماد اومدن حجم مبنا رو حذف کردن که خب صفای فروششون هم فکر کنم ریخت اونها و تمام شد به نوعی. بالاخره حجم مبنا باعث شد که چند تا منفی بخورند و بیان پایین. دیگه اینجا فاجعه رو میبینید، 530 میلیارد تومان امروز از بورس خارج شد و این هم حقیقی ها. ببینید وقتی حقیقی ها پول نباشه ازشون خرید بکنید قیمت رو میارن پایین تر، و در حال الان مشکل نقدینگی در بورس وجود داره و حقوقی ها هم پول ندارن اونجوری که خرید بخوان تمام بازار رو به نوعی ساپورت بکنن، و هم جو قیمت ها رو میارن پایین تر دو قیمت پایین بخرن دیگه. این اصل در اقتصاد. و خب این هم که مشاهده میکنی تمام مقام 1-10 هم دست حقوقی ها بوده، نمادهای توسن، تاپکیش، آب، قنقش، چه افست و وهنر چند نمادی بوده که امروز حقیقی ها بهش علاقه داشتن. حقوقی ها 1-10 دست حقوقی ها بوده، بخشید رفتم فکر کنم گفتم حقیقی ها. و خب بازار امروز اصلا بازار جالبی نبود متاسفانه، و نمای پایانیش هم دقیقا این رو نشون میده. نگاه کنید به چه وضعی بود امروز و اینجا رو هم نگاه بکنید که این از اول صبح البته این حالت بود، یعنی حالا
مربوط به آخر کار نبودینم. ساعت تقریبا 10 صبح که نگاه میکنی 384-90 که تا آخر کارم حفظ شد و در نهایت امروز اصلا در آستانه صفحه خرید نداشتیم، کلا در آستانه صفحه خرید نداشتیم. صفحه خریدی هامون هم خیلی کم بودن، حدود 30 نماد تو صفحه خرید بودن، 33 نماد اگه دقیقش رو بخوایم بگیم، 33 نماد صفحه خریدی بود. صفحه فروشی هامون هم فکر کنم 100 خودهی بودن، بله 130 تا صفحه فروش بودن و متاسفانه آستانه صفحه فروش ما امروز خیلی زیاد بود که میبینید چوری 60 نماد و آخر کار رفتن تو آستانه صفحه فروش، یعنی جمع صفحه فروشی هم با آستانه صفحه فروش حدود 200 دیگه آخر کار داشت میرسید و انتهای بازار میبینید دیگه نقدینگی تقریبا در بازار کم شده بود و فروش ها در چه حدی زیاد، مخصوصا در شاخص صنعت که میدید 2% امروز صنعت منفی شد. البته امروز قیمت دلار هم مقداری اومد پایین و الان تتر 28200 تومان داره معامله میشه، 465 تومان نسبت به دیروز اومده پایین تر دلار، حدود 500 تومان دلار هم افت کرده. حالا شاید بگید خب مگه اون موقع که دلار بالا میرفت بورس بالا میرفت؟ نه نمیرفت دیگه، متاسفانه یه قانونی شده که بورس دلار بالا بره بورس درجا میزنه، یا پایین بیاد پایین هم بیاد، مثل اینکه بورس قراره پایین بیاد و خیلی دیگه مرتبط نیست. خب شاخص کل هم میدید از نظر نموداری اندیکاتوری هم کندل قرمز بسیار بدی خورد و به سمت کف کانال داره دیگه حرکت میکنه. این طرف هم متاسفانه ابر کوبو میبینید به هم نرسیدن که اون حالت سبز رنگ رو ما بتونیم در اینجا ببینیم و امروز جدا شدن از هم. ببینید این قسمت رو دارم میگه، یعنی که ما امیدوار بودیم در 20 روز آینده این قسمت ها به هم برسن، همدیگر را قطع بکنن و یه قسمت سبز رنگ اینجا داشته باشیم که متاسفانه نه تنها قطع نکردن، امروز تازه دورم شد، یعنی این ابر قرمز رنگ یه کمی باز هم شد و احتمال داره که مجدداً مانند این قسمت ها ابره مقداری بزرگتر هم بشود در روزهای آینده. با این وضعیت اگه بخواد پیش بره قطعا اینطوری میشه و بیگه باید یه فکر بکنن اینقدر پول رو از بورس خارج نکنن، اینقدر بند بورس نکنن که بیان و بخوان ازش پول بگیرن دیگه. این دست من و شما نیست متاسفانه و میبینید دولت گویا خیلی علاقه داره که همه کسری بودجهشو از طریق بورس، حالا تا بود اوراق میفروخت، حالا دیگه داره کارخونه هاشو میفروشه. شاخص هموزن و شاخص کل خیلی وضعیت جالبی متاسفانه امروز نداشتن. الگو ساعتی هامون هم خیلی کم بودن باز، حتی بهتر از دیروز بود با این وضعیتی هم که آخر کار دیدیم، خیلی که اینا الگو ساعت خوردن این چندتا، یعنی هتوکا، هفارس و سوپان، سکرما، خپویش، بالبر، فروی، فروس، چخزر، دیروز که دید 2 دونه بیشتر نبود. عجیبه که با این وضعیت خراب اون آخریه که دیگه واقعا خیلی ریخته بود به هم اوزا، این چند تا رو ما داریم که عرضم خدمتتون مثبت شدند. جالبه. خب دولت هم گفته که برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد. یه هیچ، یعنی اصلا این حرفا که من تو مجلس می‌زنند اینها پس هیچیه دیگه، چرا امروز رفتن صحبت کردن و اون نماینده میگه ما بینابینی ما این حرفا، یه قشنگ آب پاچه ریختن آقا دیگه، بینابینی هستین یا نیستین، یا یه ذره بیشتر کفتون یا نیستن، این حرفا ما نیازی نداریم اصلا دیگه. البته این حرفا یه نماینده مجلس عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته، با کلیات بودجه رو ارزیابی مثبت کرده و در هر حال ایشون اومده گفته که نیازی هم نیست اصلا مجلس بخواد این کار رو انجام بده و شون گفته که اگر دولت بخواد تصمیم برای ارز 4200 تومانی بگیره حتما شرایط جامعه و نگرانهای تورم رو در نظر خواهد گرفت و مجلس آمادگی کمک برای مدیریت رو دارد و
دیگه نیازی هم نداره بیایم از ما اجازه بگیم. خب مشخصه این نماینده جز اون کف سنگینه است، نمونه که یه ذره کف سنگین کرده خودشه. مسیریابی بورس تهران، خب یه سری صحبت های کارشناسان هستش و در هر حال بلا تکلیفی و عدم تصمیم گیری سریع و عدم تصمیم گیری سریع موجب کاهش ارزش معاملات شده. زمانی که این معیار در محدوده پایین، به عنوان مثال در حدود 2000 میلیارد تومان قرار گرفته، این نشون میده که واقعا یه مشکلی این وسط وجود داره. حالا ایشون عدم توافق در بعد مذاکرات هسته‌ای، رفتن پرونده ایران به شورای امنیت، مکانیزم ماشه، نمیدونم قیمت ارز، کاهش صادرات نفت، همه اینا رو داره مؤثر در بازار میدونه که خب بالاخره اینا میتونه تاثیرگذار باشه. و خب متاسفانه فعلا واقعا در شرایط بلا تکلیفی هستیم، یعنی نه بورسا، کل مملکت بلا تکلیفه. یعنی الان ما خودمون نمیدونیم که فردا مثلا قیمت دلار چی میشه. سکه رو ببینید الان، اونم هفته گذشته یادتونه دیگه، یه هفته در روز پیش سکه 13-13.5 اینا بود، الان شده 12-13، فردا میشه 12 یا میشه 13. حالا فردا منظورم همین فردای فردا نیست، مثلا هفته دیگه، دو هفته دیگه، یه ماه دیگه. یعنی واقعا سرمایه گذاران در بازارهای ایران فعلا سردرگمه. دلار مثلا الان رسید مثلا بالای 30,000 تومان، الان شده 28 تومان، حالا فردا چی میشه؟ البته در بلند مدت همه اینا میدونیم بالا به اصطلاح سعودی خواهند بود، ولی خب در کوتاه مدت واقعا نمیشه دونست، به خاطر اینکه سیاست های دولت هیچی مشخص نیست. یعنی فردا میان یه حرف میزنن، پس فردا نقضش میکنن. امروز تمامی شاخصاس ها رو میبینید قرمز، تمامی شاخصاس ها قرمز. نمادهای خودرو، شترانف، فملی، خساپا، فولاد، شبندر، شپنا، فرابورس، توسن، فجهان، زقیان و سپهر، آریا، زاگرس هم پرتراکنش ها بودن. ارزش معاملات هم که زیر 3000، 2760 مجددن. و اینجا هم که میبینی CSN نماد فقط مثبت بود، بکنم همون صف خریدی ها بودن دیگه، اونا هم 32 تا بودن، همون ها که صف خریدی بودن فقط مثبت بود. آخر کار 311 نماد هم کاهش بیش از 3% داشتن. متاسفانه وضعیت امروز اصلا جالب نیست و خب 311 تا واقعا خیلی مقدار زیادی هستش و حالا ببینیم که چی کار میخوام بکنم. واقعیت آیا دوباره میخوام بیان یه قسمت دیگه از این سهام پتروشیمی خلیج فارس رو بفروشم؟ به خاطر اینکه این قرار بوده تو این هفته چند بار فروش بره، یعنی یه بار 1%، که فعلا فروختن که بازار اینجوری شد. فکر کنم یه بلوک 2% و یه 3% هم دارن، یعنی کلا قرار 6-7% سهام این پتروشیمی ها رو بفروشن به حقوقی ها به صورت بلوکی و هفته پیش خریداری نبود، این کار انجام نشد، این بهونه رو آوردن. این هفته خب یکیشو انجام دادن. ببینید اینها که خریدار نیستی و خریدار پیدا میشه، به نظر من اینا لابیگری میشه به نوعی، یعنی ملزم میکنن یک کسی که بیا بخر. هفته پیش خریداری نداشت این پتروشیمی خلیج فارس و ارائه شد، کسی نگرفت. بعد من گفتم نه، یه مشکلی هست و تضامین وجود نداره. یا تو ماشه دیروز هم خواهش براتون خوندم. بعدن چی میشه؟ میرن چند روز، توی چند روز صحبت میکنم مثلا با مدیر یه حقوقی، یه بانکی، یه جایی که بالاخره پولی زیادی الان در بورس داره کار میکنه، میگن که تو باید بخری دیگه نمیشه نخری. نه یار، ما میایم اونجا اعلام میکنیم بیا تو بخر، به بقیه کاراش هم دیگه نباید کار داشته باشی. و خب بعد اینجوری میشه دیگه، میاد میخره و اینجوری بازار میرزه به هم. بیت کوین 41700 دلار و ریالیش هم با تجربه کاهش قیمت دلار امروز اومد پایینتر و 1,270,000,000، در حالی که میبینید امروز تقریبا 800 دلار رو خود بیت کوین اومده و از کف 41000 برگشته بالا، ولی ریالیش، دلاریش اینجوری شده، ریالیش مقداری
کاهش هم داشته، چون تتر قیمتش الان 28000 خورده ای هستش و کاهش داشته. اتریوم چقدر اومد پایین نسبت به دیروز؟ 87 میلیون تومان الان داره هر یک اتریوم معامله میشه در بازار. و سلام خدمتتون که بقیه ارزها رو هم میبینید. راجع این قضیه صحبت کردیم، راجع بیت کوین، راجع نمودار هرس و طمع، راجع ترس و طمع بپشین ترس و طمع، راجع حرکت نهنگ ها، نمودار حرکت نهنگ ها و عرض کنم خدمتتون بقیه مسائلی که مثل ایلان ماسک، توییت ایلان ماسک روی 41000 بالاخره کفی اعلام کرده بود که ویدیوش هست و میتونید توی کانال تماشا بکنید. دیشب براتون گذاشتم، دیشب پر کردم که امروز صبح گذاشتیم و امیدوارم که در حال بازارها حرکت صعودیشون رو شروع بکنن. فعلا که همه بازارها گویا با هم دیگه در منفی به سر میبرن، بازار بورس، بازار کریپتو، بازار دلار، بازار ارز کنم سکه و طلا، همه چیز فعلا منفی هستش. ببینین ها، این قرمزای این بالام دقیقا نشون دهنده این قضیه است که همه قرمزه. ببینیم حالا انشاءالله در ادامه چی میشه. البته امیدواریم که یه بازارهایی مثل بازار دلار رشد نکنه و واقعا چون قسمتی از زندگی ما به این قضیه هم وابسته هستش و همه اجناس گرون میشه دیگه، حداقل شاهد عدم رشد قیمت ها باشیم، عدم تورم باشیم، ولی بازاری مانند بورس میتونه نقدگی به خودش جذب کنه و باز هم اعتماد بکنن مردم کم شاهد رشدش باشیم. ببینیم چی میشه در طول هفته. ممنون که توجه کردید، منتظر کامنت های خوب شما عزیزان هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.